کاش دی نمیشد. این مصیبت خیلی سنگین بود. ولی متاسفانه چهار تا بچه هم که کنارم بودن فوت شدن. قدر عزیزانتون بدونن حتما. تمام خانواده خودم که خواهر و خواهرزاده و پدر و مادر و اینا اون شب در حال تهیه غذا برای نظری بودن. برگشتم مامانم گفتم بوسیدمش، گفتم خداحافظ ماما، صبح هم دیگر نمیبینیم. خیلی کلمه بدی به کار بردم که دقیقا همون اتفاق افتاد. متاسفانه بچه هم اتاق شد جدا بود، رفتم که بچه هم نجات بدم. خانمم پشت سرم اومد، نزدیک 3 ساعت زی آوار موندن. بعد از 3 ساعت یواش یواش اومدن آزادم کردن. دوتا بچه من تونست بودم صاحب نجات، دوتا هم بودم که الان هم زنده هم. او دوتا را در آوردیم، دوتا بعدی را هر چی صدا زدم به سر اولیم و آخریم، هر چی صدا زدم مامان، آقام، بابا، به آخر فقط میدونستیم صاحب کجا هسته. رفتیم به طرف شد، من و همسرم کلای دستام و پر از خون بودم. دوتا بچه هم یه پسر 18 ساله، پسر 10 ساله دیگه از دست داده بودم. دیگه توانی که دیگه بیشتر درشو بیارم نداشتم. دیگه من افتادم. سال نمیدون تایمی که او اتفاق افتاد، من وقتی من تو خواب بودم، یعنی دمدمای صبح خواب رفتم، وقتی که بیدار اون صدا می اومد، آوار رو سرم می ریخت، از رو تختم که پرت شدم پایین، دستم رفته بود تو دهنم، تو حالت سجده بودم. اون روز جمعه بود، حدود 2 نفر از بچه های که اوج بودن بیرون آوردیم و بقیهشون هم روز شنبه توسط افرادی که اومده بودن کمک، نمیتونستیم با دست و وسیله و امکانات هم نبود، برق قد آب قد. صدا داداشم شنیدم که داشت داد میزد و گریه میکرد، میگفت مامان بابام هم از دستمون رفتن. من اون لحظه امیدم از تمام آدما قطع کردم و داداشم هم که خیلی ترسیده بود فکر نمیکرد من کجا اتاق افتادم، هی بالا سر من میپرید بالا پایین. یعنی وقتی که دیگه بالا پایین میپرید تمام استخونام احساس میکردم دارن له میشن، دقیقا رو سر من وایساده بود. من اون لحظه درد شدیدی که داشتم فقط یادمه و فقط 3 بار خدا رو صدا کردم. رفتم خونه فروختم، رفتم عمل کردم که کاملا خوب بشم، کلا رو ویلچر شدم. بعد از چون من حقیقته سال 81 مسابقه قهرمان کشوری پروشندان کار میکردم، برای مسابقه قهرمان کشوری کرمان مسابقه بود، رفتم اونجا، پسرم با هم بود سالون مسابقه. از من چون من اونجا 4 شدم رو سکو وای نستادم، پسرم از من خواست گفت میتونی رو سکو وایستی، گفتم انشالله قولت میدم سال آینده حتما رو سکو باشم. دیگه به خاطر همون قولی که پسرم داده بودم دیگه بعد از زلزله رفتم کرمان، یک ماه حالم خراب بود، ولی با کمک دوستان و با کمک برادرم که کرمان خونش بود همکاری کردم، با تلاش کردم که گفتم چون قول دادم به پسرم قهرمانی میخواد حتما کار میکنم حتی اگر بمیرم. ولی تونستم بعد از 7 ماه بعد از زلزله مسابقه قهرمان کشوری کرمان تهران بود سالن آزادی، اونجا دوم شدم. میخوام دومی کشور از نظر پرشندم امید گرفتم. بعد دیدم مثلا همسن بچه چه فلج ده، کم کم روحی پیدا کردم، اوج کار کردم. 10 سال تا سفر سرکار بودم، کار بسته بش تو سفر که بودم این پت دوزیرم انجام میدادم. مثلا صبح اوجا بودم، عصرا که می اومدم خونه می شستم بعد می دادم. با دوختن همی پت دوختن و اینا آرامش می گرفتم، فکرم همه چیزم می رفته همی پت دوختن. دیگه شروع کردم دیگه، نه خدا رو شکر تا الانم موفق بودم، نه شکرش نیستم. هر سال 5 دی کل خاطرات این صفحه تلویزیون از اول تا آخر
به نظر من همیشه، یعنی نه که فقط پنج ده، بیشتر اوقات اتفاق میفته. زمانی که ما خب بچه هم رفته بودن، چند سال ما بچه نداشتیم، کل همیشه شب تا صبح تو خونه، همیشه تو خونه که بودیم یه سر با خانم هم همه صحبتمون این بود که مثلا زیاده چی شد چی کار شد، همه صحبتمون، تا اینکه بچه خدا دادم یه مقدار آرامشمون تقریبا یه مقدار آرامتر شدیم. برای دیدن ویدیوهای ما در یوتیوب کانال ما را سابسکرایب کنید.